درود بر شما. دهم اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی و 30 آوریل 2021 میلادی. انتشار فایل صوتی من جواد ظریف و این همه سر و صدای خبری البته لازم در اطرافش در آستانه انتخاباتشون و در جریان مذاکرات مجدد برجامی موضوع برنامه ما نیست. میذاریم ببینیم چی میشه، حالا شاید لازم شود، وگرنه بس دیگه در این دامچاله دلواپسان و نمیدونم اصلاح طلبان و همه افتادن. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به محمد نوریزاد، زندانی سیاسی که هرگز از آرمانهاش کوتاه نیامده، چه زمانی که با حکومت بود و چه در 12 سال گذشته که بر حکومت است. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. ما از دیوار کسی بالا نرفتیم، ولی شما یک سردار فربه سپاه رو به من نشون بدید که دزدی نکرده باشه، از دیوار این سرزمین بالا نرفته باشه. من خودم در پستوهای اطلاعات دست اطلاعاتی ها رو دیدم که در بدن زنهای ما چرخش میکرد. من نیومدم اینجا که این حرفا رو بزنم. ما برای ستار اینجا جمع شدیم که پرچم ما به توی اطلاعاتی بدانید که ما از این که در لیست فتنه‌گران تو هستیم غرور می‌ورزیم، برای این که آدم نکشتیم، فریب ندادیم، از دیوار کسی بالا نرفتیم، تریلی های هروئین رو از سیستان و بلوچستان توسط شما به مرزهای شرقی هدایت نکردیم، زن و بچه مردم رو در پستوهای اطلاعات به فلاکت نکشوندیم، به زور از اونها اعترافهای هرزگی بیرون نکشیدیم. این داغ نیست بر پیشانی همه شما. محمد نوریزاد، نویسنده، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس، فیلمساز، نقاش و فعال سیاسی، به 15 سال زندان و 3 سال تبعید محکوم شده. به دلیل رسمی امضا شده در حکم دادگاه، امضای نامه سرگشاده و همراه 14 فعال مدنی و سیاسی که تو اون نامه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر نظام جمهوری اسلامی شده. تا قبل از این آخرین باری که بیفته زندان، یعنی تیر ماه 98، تا حالا بارها در 10 سال قبل از اون زندان رفت، اعتصاب قضا کرد، وثیقه گذاشت، بیرون اومد، ولی این بار هیچ کفالت و وثیقه گذاری رو نمیپذیره و آزادی بی قید و شرط میخواد. البته میگه آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و خودم و پسرم علی نوریزاد که در زندان فشافویه زندانی است. نوریزاد به دلیل بیماری قلبی که داره، که 4 تا فنر در واقع رگهای قلبش رو باز نگه داشته، و هم به دلیل فشارها در زندان و اعتصاب قضاها و اعتصاب داروهای مکرر بارها بیهوش شده در زندان. همین سه‌شنبه 24 فروردین، بعد از نیمه شب، یعنی اوائل 25 فروردین، هم بیهوش میشه در زندان. و اجازه بدید از همسر ایشون خانم فاطمه ملکی بشنویم. ایشون بیهوش میشه سه‌شنبه شب و ایشون رو میبرن بیمارستان لغمان و دوله. بیمارستان لغمان و دوله برای مسمومین هست، از قبل از انقلاب هم بوده و فقط برای مسمومین هست که میبرن، که متاسفانه آقای بهنام محشوبی رو بردن اونجا که اونجا کشته شد در حقیقت، و این دومین بار هست که آقای نوریزاد رو بردن اونجا. حالا چرا بردن؟ هیچ دلیلی من نمیدونم، خود آقای نوریزادم نمیدونم. محمد نوریزاد در نامه‌ای که به تاریخ 30 فروردین 1400 از زندان نوشت و به همسرش رسوند تا منتشر بشه، نوشت نیمه شب روز 25 فروردین در حال خفگی شدید به هوش آمدم.
یعنی در بیمارستان لقمان، دیدم نره قولی که نه روپوش سفید به تن دارد و نه یونیفرم بیمارستان مرا بر کف اتاق خوابانده و کنده زانویش را بر گلو و گردنم نهاده است. داشتم خفه می شدم. نره قول از کیفی که دم دستش بود آمپولی را که از پیش آماده کرده بود بیرون آورده و شلوار مرا پایین کشید و 8 بار به آلت تناسلیم تزریق کرد. چه تزریق کرد نمی دانم. سپس من رو روی تخت انداخت و دست ها و پاهایم را در بدترین شکل ممکن با 4 تسمه سفت به میله های تخت بست. با فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی از هوش رفتم. ظهر چهارشنبه 25 فروردین مرا به زندان برگرداندند. بلا فاصله نامه‌ای به رئیس زندان پرانتز محمدی نوشتم که مرا فوری به پزشکی قانونی پارک شهر اعزام کنند تا مشخص شود که در آن 8 بار چه به من تزریق کردند. نامه را به رئیس بند تو پرانتز گودرزی دادم و تأکید کردم که هر جور شده مرا همین امروز به پزشکی قانونی اعزام کنید. نامه را گرفت و رفت و هیچ خبری نشد. به مردم ایران و به مجامع حقوق بشری جهان اعلام میکنم که ای بسا بیماری چون هپاتیت یا ایدز یا چیز دیگری به من تزریق کرده باشند، مانند کاری که با احمد خمینی و احمد قابل مشهدی و دیگران کردند. در آستین هیوله های سپاه و اطلاعات از اینجور خودکشاندن ها و تزریق بیماری ها فراوان است و اجازه ندهید فریاد ما خاموشی گیرد. من محمد نوریزاد جوری برنامه ریزی کرده ام که درست پیش از انتخابات باشکوه اسلام ناب محمدی حضرات جنازه ام را روی دوش هیوله های بیت رهبری و سپاهی و اطلاعاتی و ملاهای اصلاح طلب و رای دهندگان خنده بر لب بنشانم. تو این نامه که من خلاصه‌شو براتون خوندم، آقای نوریزاد نوشته مشکل این است که هیچ کس به اون نمیگه چه اتفاقی افتاده و نمیفرسنش پزشکی قانونی که اونجا بفهمه، بتونه بفهمه ماجرا چه بوده. با خانم فاطمه ملکی همسر ایشون که صحبت میکردم، ایشون گفتن حتی به وکیلشون هم هیچ آگاهی درستی در این زمینه ندادن. متاسفانه اصلا تا الان که من به اصطلاح از دخترم هم که پریروز رفته ملاقات، به ایشون هم گفته هیچ خبری نشده و هیچ اصلا به روی مبارک هم نیوردن. و حتی من به آقای آقاسی که وکیلشون هست هفته پیش رفته بودن گفتم که شما مراجعه که میکنید بپرسید بگید چی بوده ماجرا، که اینطور که آقای آقاسی به من پاسخ دادن گفتن که وقتی من گفتم به اینها چی بوده، اونا گفتن ما اصلا اطلاع نداریم. خیلی راحت. در خدمت آقای محمد حسین آقاسی هستیم، وکیل محمد نوریزاد و عده دیگه از فعالان سیاسی و مدنی در ایران. آقای آقاسی عزیز درود بر شما. خواهش می‌کنم بفرمایید که پیگیری شما در این خصوص که امیدوارم شنیده باشید صدای خانم نوریزادو، چقدر امکان پذیر بوده که پیگیری کنید در واقع، و جواب دستگاه قضایی به شما چه بوده تا الان؟ وقتی که کسی در بند زندان امنیتی قرار داره، مراجعه ما برای بررسی اتفاقاتی که در باره او رخ داده معمولاً به دادیار ناظر زندان هست که در هفته فقط 2 روز ما را میپذیره، و وقتی که با این آقایون صحبت میکنیم اظهار بی اطلاعی میکنن معمولاً. من برای موارد متعددی در مورد آقای نوریزاد و سایر موکلینم مراجعه داشتم، از جمله در همین مورد به اجرای احکام هم رفتم. متاسفانه امکان ملاقات برای ما میسر نیست. اجرای احکام رو به صورتی برنامه ریزی کردن که اگر من وکیل بخوام مراجعه کنم و با قاضی اجرای احکام صحبت کنم، باید برم در وبسایت وقت بگیرم برای 40 روزی وقت بدن تا من برم و مشکل موکلم رو مطرح بکنم. تا کنون جواب قانع کننده ای به من داده نشده و من مخاطبه هم کردم. امیدواریم که اگر اجازه بدن که پیگیری هامون رو حداقل داشته باشیم، با اصراری که من خواهم داشت یک نتیجه حاصل بشه. آقای آقاسی، شما افزون بر وکالت آقای محمد نوریزاد، وکیل چند تا دیگه از امضا کننده های بیانیه معروف به بیانیه 14 نفر هستید، درست عرض میکنم؟
بله، حدود 6 نفر از خانم و آقایانی که در مشهد دستگیر شدن و چند نفر از بانوانی که در تهران تحت همین عنوان تحت تعقیب قرار گرفتن، وکالتشون رو بر عهده داشتن و دارم که حکمشون صادر شده و مشغول تحمل مجازاتی هستن که براشون تعیین شده. ببینید، طبق اولا اون که فرمودید مشهد، منظورتون تیر ماه 98 بوده که ایشون در مشهد بازداشت شدن؟ بله، یک روز رو آقای نوریزاد و آقای خواستار، خانم فاطمه سپهری، آقای جواد لعل محمدی، محمد حسین سپهری، عباس واحدیان، اوریه فرزاده و عبدالرسول مرتضوی، اینها بدرقه میکنن آقای کمال جعفری از دوستان دیگه شون رو که محاکمه ای در دادگاه تجدید نظر داشته و مقابل ساختمان دادگستری کنار دیوار ایستاده بودن و منتظر بودن که دادگاه تمام بشه و در اونجا اینها رو دستگیر میکنن تحت عنوان در واقع اخلال در نظم و بعد از اون بقیه اتهامات رو بهشون نسبت میدن که پرونده به درازا کشید و قصد اصلی همون تقاضای استعفایی بود که خانم‌ها و آقایون مطرح کرده بودن. ببینین، این متهمان، اولا اون آقای جعفری یزدی که مقیم مشهدن و در مشهد به زندان افتادن و یعنی بازداشت شدن به زندان افتادن و این در واقع اعتراض جمعی چند تن از امضا کنندگان 14 بیانیه به این دلیل بود، درست عرض کردم دیگه؟ درسته، دقیقاً همینطوره. بله همینطوره. ببینین، این متهمای بیانیه امضا کننده بیانیه 14 امضا، طبق تعریف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شمار متهمان امنیتی هن، یعنی باید وکیل مورد تأیید قاضی فرمانده رو داشته باشن، یعنی باید وکیل، در واقع صراحتاً عرض میکنم آقای آقاسی عزیز، باید وکیل تحمیل شده قوه قضاییه رو داشته باشن. سوالم از شما این است که شما وکیل تسخیری هستین، وکیل تحمیل شده قوه قضاییه هستید، ببخشید این سوال رو میکنم ازتون، به خانواده های و به این افراد، یا وکیل معرفی شده خانواده ها؟ بله، من وکیل منتخب این خانواده ها هستم و معمولا هم خانواده ها وقتی مراجعه میکنن ازشون درخواست میکنم که کتما از من درخواست بکنن و بعد البته آقای نوریزاد قبل از اینها به من وکالت داده بود که اگر مشکلی پیش آمد وکالتش داشته باشم، ولی سایرین خانواده هاشون آمدن و از من کتما تقاضا کردن. اما من اجازه بفرمایید یک اصلاحی کوچیک اینجا داشته باشم. اون تبصری ماده 48 قانون اندرس کیفری در مورد وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسراست که باید وکلایی باشن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشن، اما و به همین دلیل من دو بار که به مشهد رفتم زمانی که پرونده در دادسرا بود، بازپرس اجازه حضور در پرونده و دفاعیات از موکلین رو به من نداد. اما وقتی که پرونده دادگاه میره دیگه اون تبصره ملاک نخواهد بود و هر وکیلی میتونه وکالت موکلین امنیتی رو هم بر عهده داشته باشه. به همین دلیل در توییتی که در 13 بهمن 98 حکم عده از امضا کننده های بیانیه 14 نفر رو اعلام کردید شما، که من همون توییت رو میخونم، هاشم خواستار 16 سال حبس، 3 سال تبعید به نیکشهر، 3 سال ممنوع الخروجی، محمد نوریزاد 15 سال حبس، 3 سال تبعید به ایزه، 3 سال ممنوع الخروجی، فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری هر کدام 6 سال حبس. در پرونده های نوشته خودتون این جمله، در پرونده های سیاسی حکم ابلاغ نمی شود، باید بروم مشهد و از حکم رونویسی کنم. حالا یه بخشش اون صحبت شما بود آقای آقاسی درباره تحقیقات مقدماتی، ولی این موضوع که حکم حتی در پرونده های سیاسی ابلاغ نمیشه و باید برم مشهد و از حکم رونویسی بکنم، یعنی در پرونده های سیاسی متهم و وکیل چجوری از حکم مطلع میشن اگه ابلاغ نمیشه؟ داستان به این صورتی هست که در گذشته وقتی که کسی در دادگاه انقلاب محکومیت پیدا میکرد، اون حکم رو دستش میگیره و میرفت از سایر کشورهای مورد نظرش پناهندگی میگیره و کشورها هم به چنین افرادی پناهندگی میدادن به خاطر اینکه این افراد رو بیگناه تشخیص میدادن و حکم دادگاه انقلاب رو یک حکم خلاف
رویه و قاعده حقوقی تلقی میکردن. به همین دلیل از سالها پیش دیگه آرا را دست متهم و یا وکیلش نمیدادن. اما در سال 1392 که قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد، آمدن این رو به عنوان یک ماده قانونی در قانون تعبیه کردن و فقط ما میتونیم بریم از روی حکم بشینیم و هر چقدر که هست، گاهی من نصف روز نشستم با دست از روش مینویسم، متهمم صداش میکنن میگن که بخون، حتی اجازه هم نمیدن که بنویسه، میگن وکیل بنویسه. موضوع از این قراره و بنابراین ما برای اطلاع از مفاد حکم و برای اینکه مفاد حکم رو لازم داریم که در دفترمون بشینیم بخونیم و مرحله به مرحلهش رو اعتراضمون رو بنویسیم، ناچاریم ساعتها با خودکار بشینیم و گاهی عرض کردم نصف روز و برخی مواقع بیشتر. فرض کنید 80 صفحه رأی هست بنویسیم، که البته باز اون رو هم خلاصه برداری میکنیم. علتش این هست، یعنی بعدم که دوره فرض بفرمایید که حبس یعنی مجازات اون زندانی سیاسی تمام میشود، بازم نمیتونه حکمشو کامل، پرونده و حکمشو داشته باشه از دستگاه قضایی؟ در پرونده های عادی رأی به ما ابلاغ میشه، یعنی این رأیی که نوشته شده و تایپ شده الان که به صورت مکانیزه هستش، بسیار خوب و پسندیده، برای ما ارسال میشه و اون رأی رو ما میبینیم، ازش پرینت میگیریم، امضا شده هستش، در واقع امضای دفتر دادگاه که برابر عزم کرده و یک حکم معتبر هست. اما چیزی که من از پرونده های امنیتی دارم دستنویس خودم هست، هرگز نمیتونم ثابت کنم. خود زندانی، خود زندانی بله، هیچ کس نمیتونه اونو داشته باشه، حتی بعد از دوره مجازات و زندان و اینها. بله مطلقا. الان وضع پرونده موکلان شما و کلا 14 امضا کننده چگونه است؟ حکم‌ها یا تغییر کرده؟ همون چند تایی که بنده خوندم رو توییت خودتون، چند نفرشون آزاد شدن؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. این 14 نفر آقایان، میدونید که یک 14 نفر آقایان هستن که اول اون بیانیه رو دادن و یک 14 نفر خانم هم هستن که بعدن این بیانیه رو منتشر کردن. بله. همه 14 نفرها دستگیر نشدن. مثلا مرحوم دکتر ملکی، مادر ستار بهشتی و برخی دیگه که چندون مطلبشون اهمیت بهش داده نمیشد، البته دکتر ملکی رو به خاطر کهولت سن، خانم ها را 4 نفرشون رو دستگیر کردن، بقیه رو تا اونجایی که من اطلاع دارم تعقیب نکردن. اون خانم فاطمه سپهری، 5 نفر ببخشید، خانم فاطمه سپهری در مشهد محاکمه شد به همراه اون تعداد آقایانی که عرض کردم، و اما خانم گیتی پورفاضل که همکار عزیز من هستن، بازنشسته، وکالتشون بر عهده داشتم، شهلا انتصاری یا مرضیه انتصاری، خانم زهرا جمالی، اینها کسانی بودن که وکالتشون بر عهده من در تهران محاکمه شدن و متاسفانه احکامشون همون هایی که از ابتدا صادر شده بود تایید شد. البته خانم هایی که در تهران بودن، اتهام در واقع عمل همون عمل بود که در دادگاه مشهد نسبت داده شده بود به موکلینم، در تهران هم بود، اما دو ماده متفاوت برای هر یک از اینها، از این دسته و گروه گرفته شد و حکم صادر شد که کسانی که در تهران بودند مجازات سبکتری براشون تعیین شد. اتهام همون بود، یعنی چی آیه دقیقا؟ ببینید، عنایت میفرمایید که یک بیانیه رو همونطور که فرمودید اینها صادر کردن. روش صدور بیانیه و انتشارم به این صورت بوده، دوره هم در یک جایی جمع نشدن با هم مذاکره کنن بگن که بیاید اینو بنویسیم، به صورت پیام‌های کوتاهی که برای هم ارسال کردن صحبت کرده بودن که بیانیه‌ای به این صورت بدیم. آقایون که این کارو کردن، خانم‌ها هم به همین صورت جداگانه این کارو کردن. در مورد بنابراین هر دو یک کار کردن، صدور بیانیه بوده، اونم بدون اینکه در جای جمع بشن. در مورد کسانی که در مشهد محاکمه شدن، ماده 499 قانون تزویر در نظر گرفته شد، یعنی تشکیل دسته و حزب که مجازاتش اونام 3 تا 5 سال هست. اما درباره کسانی که
در تهران محاکمه شدن و همون کار کردن، ماده 610 برشون در نظر گرفته شد، اجتماع عتبانی. یعنی حتی دستگاه قضا و در واقع کسانی که رسیدگی به این پرونده می‌کردن، این عمل رو که به اعتقاد من وکیل با این سابقه ای که دارم به هیچ وجه نمیتونه این کارشون تشکیل گروه و دسته باشه، بلکه صدور یک بیانیه و امضای یک بیانیه است و مجازاتی نمیتونه داشته باشه، هر کدام یک تفسیر دیگر و جداگانه ای داشتن. بسیار سپاسگزارم آقای محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری در ایران و وکیل محمد نوریزاد و عده دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی. ممنونم آقای آقاسی. محمد نوریزاد از اسفند سال گذشته بارها در زندان خودزنی کرده، با تیغ رگش رو زده یا به هر حال به شیوه خودزنی کرده. از همسرشون پرسیدم تو صحبت تلفنی که باشون داشتم که چرا خودزنی میکنند آقای نوریزاد، اونم با این وضع فجیعی که بارها شنیدیم، هدفش چیه آقای نوریزاد از این کار؟ به عنوان یک وسیله اعتراضی به نظرم میاد که در نظر گرفتن و میخوان که اون شدت و حدت اعتراضشون رو با تمام وجودشون، یعنی هرچی که به قول معروف اون جسمشون هست، چیزی که در اختیارشون هست، ابراز کنن. ولی در مجموع اعتراضات و اعتصابات ایشون، اعتصاب قضا و دارو و همینه ها، 4 دلیل عنوان کردن که اونم باز توی مطلب دیگه ای عنوان کرده بودن. 1، این که ایشون رو الان چندین ماهه که برای ایشون عدم تحمل حبس رو به صلاح داده پزشکی قانونی، بیمارستان طالقانی، دکتراش، دکترای بیمارستان آتیه، اینا همه دادن که ایشون نمیتونه تحمل حبس رو داشته باشه به واسطه همون بیماری قلبی و بیهوشی‌های مکرری که داره. خب توجه نکردن. دومین مورد بازداشت پسرم هست که گروگان گرفتن، 7 ماه الان زندانه، اونم بردن کجا؟ تهران بزرگ. سومین دلیل این که تلفن ایشون رو 7-8 ماه الان تلفن ایشون رو قطع کردن. حتی تو این 2 هفته اینها حاضر نشدن یک تلفن وصل کنن که ایشون مثلا احوال منو بپرسه، من از احوال ایشون جویا باشم. یک تلفن رو اینها دریغ کردن. 4 مطلب هم که به اصطلاح آقای وزیری نماینده دادستانی من رو تهدید کردن وقتی من رفته بودم پیششون که به اصطلاح همون برنامه عدم تحمل حبس آقای نوریزاد رو دنبال کنم، گفتن براتون پرونده میسازیم. اون هم البته دلیلش این بود که یک جلسه‌ای که آقای نوریزاد خودزنی کردن در مقابل ما، البته من نتونستم تحمل کنم، آمدم تا کمک بخوام پشت شیشه، ولی دخترم و خواهرانشون که دیده بودن که خون فوران کرده بود، اینها به اعتراض اونجا خلاصه اون سالن ملاقات رو به لرزه در آوردن و یه شیشه ها رو خورد کردن. خلاصه به خاطر همین ایشون من رو تهدید کرد که براتون پرونده درست میکنم. و این 4 بوده که خب وقتی شما نگاه کنید، اگر چند ماه پیش همون عدم تحمل حبس رو رعایت میکردن، آقای نوریزاد آزاد میکردن، این همه ماجرا به وجود نمی آمد. محمد نوریزادی که سالها همراه جدی نظام بوده، در حد مقدس نمایی خامنه ای و بقیه آیت الله های حاکم، سالها مقاله و مطلب نوشته در رسانه های حکومت، به ویژه در کیهان، کیهان بیت رهبر و حسین شریعت مداری. چجوری این آدم چنان تغییر میکنه که هم او و هم نظام در قبال او به این نقطه میرسه که الان داریم میبینیم؟ محمد نوریزاد متولد 1331 در روستای یوسف آباد سیرفی شهرستان شهریار استان تهران، مثل اکثر جوانای مذهبی قبل از انقلاب طرفدار خمینی بود و همراه انقلاب. در 26 سالگی ازدواج کرد و باز اجازه بدید از همسر ایشون بشنویم. ما رفتیم به آمریکا سال، یعنی آذر 57 و بعد شهریور 58 برگشتیم و
به واسطه اینکه انقلاب شده بود، که بعد ایشان آمدن و رفتن دانشگاه علم و سند یه ترم شاید کمتر، که دیگه خورد به انقلاب فرهنگی و تأسیس جهاد سازندگی و ایشون رفتن جهاد سازندگی مشغول کار شدند و بعد هم ادامه پیدا کرد با روایت فتح و جبهه و مسائل جنگ و بعد هم خب ایشون می نوشتن، اصلا از قبل از انقلاب هم ایشون نوشتن و مثلا دو سه تا کتاب در زمینه کودکان و اینا منتشر کردن و بعد دیگه در کیهان می نوشتن، در مجلات مختلف مصاحبه ای مطلبی بود می نوشتن، بعد هم که خب فیلم نامه خیلی خیلی ایشون فیلم نامه نوشته و بعد خب کار فیلم مثلا از قبل انقلاب هم باز فیلم هایی رو ایشون کوتاه کار کرده بود و بعد هم همین کار فیلم سازی رو حالا در حد خودشون ادامه دادن و تا رسیدیم به سال 88. البته قبلش بعد ناگفته نمونه که خب تحت تاثیر جامعه، تحت تاثیر خود بچه ها، بچه های خودم، چون آقای نوریزاد خب خیلی افراد داشت توی اون اعتقادی که داشت، ولی خود من اینطوری نبودم، بچه هم اینطوری نبودن و این به قول معروف این انقلاب فکر کردن که میخوان جوان ها رو بسازن و مردم رو بسازن، در حالی که این جوان های ما بودن که پدر مادرشون رو ساختند. یه نکته رو بذاریم بگم همینجا که هم شما میدانید هم من که هنوز هستن کسایی که میگن نوریزاد بسته و وابسته به جناحی از حکومت. حالا هر که یه چیزی میگه، اپوزیسیون دستساز حکومت از اینجور هم. همینطور که هستند هنوز کسانی که میگن روح الله زم که اعدام شد از خودشون بود. حساسیت داشتن خیلی خیلی خوبه، دقت داشتن خیلی خوبه، ولی و هر کسی که اعدام بشه مثلا آدم غیر خودی ممکنه نباشه، همه اینا روشنه. اما خودمونم میشناسیم که چه پدیده هایی هستیم و چه تحلیل هایی میدیم و چه شک هایی میکنیم و کار حکومت رو بسیار راحت میکنیم در حذف آدم هایی که احیانا حضورشون در مقطعی براشون هزینه داره، هزینه زیادی داره. باری محمد نوریزاد در گفتگویی که داشتیم در همین صفحه آخر، زمانی که یک نفره جلوی مقر سپاه می ایستاد، کتک می خورد و باز می گفت که شما اموال منو برداشتین به هم پس بدین، اموال منم کامپیوترم و دوربینام و اینا رو برداشتین به هم پس بدین، من اینا رو اجاره میدم، از پول اجارهش زندگیمو تأمین میکنم، اینا رو به هم پس بدین، و هر روز با می ایستاد و با مردم گفتگو می کرد. جوانی آمده بود، نوریزاد خودش به من میگفت در اون گفتگوی تلفنی، میگفت جوانی آمده بود به من میگفت تو از خودشونی وگرنه چرا نمیگیرنت. بعد نوریزاد میگیرن با کتک و اینها میندازن تو ماشین و بعد از میبرن زندان، بعد از حساب قضا در زندان بعد از چند ماه آزاد میشه. از زندان که آمده بود میگفت بازجو تو زندان به من میگفت ما تا مجبور نباشیم نمیگیریم، چون همه فکر میکنن از خود مایی، ما دیوانه ایم تو رو بگیریم. باری سوم بهمن 91 با محمد نوریزاد گفتگویی داشتم، یعنی نزدیک 10 سال پیش، آره دیگه 9 سال پیش، حالا گفتگویی داشتم با محمد نوریزاد. تو اون گفتگو خیلی حرفا رو زد ایشون درباره خودش و درباره باورهاش و حکومت دینی. اصلا حاکمیت دینی در دل خودش ظلم میپرورانه، دیکتاتوری میپرورانه، کما اینکه این تجربه رو ما داشتیم. اما نوریزاد یکی از کسایی بود که بسیار تند و تیز و با قلم شاعرانه و محکمی که دارد به مدح همین حاکمیت دینی میپرداخت و درباره همین حاکمیت دینی و آیت اللهاش مینوشت. چه زمانی، چه شد که از قطار قبلی پیاده شد و در مقابل نوریزاد قبلی خودش قرار گرفت؟
از این نوشته ها اگر توی نوشته های سابق من بگردید زیاد پیدا میکنید که من شخصا وقتی به اونها مراجعه میکنم گاه عرق شرم بر پیشانی مینشینه. اینا مال مقطعی است که من با سه پرده جهل و ترس و طمع مواجه بودم. یعنی بر شاکله فکری من جهل و ترس و طمع حاکم بود. طمع که میگم یعنی یه زندگی مختصری معیشت مختصری که زندگی منو تأمین بکنه، و ترس که میگم از آشوبی که دیده بودم در برخی از زندگی ها و شخصیت ها ایجاد میشه، و جهل چون نمیدونستم نمیفهمیدم ندیده بودم اصلا در حاشیه بودم، و خداوند کمک کرد این سه پرده برکنار شد. گرچه من سالهای متمادی امید داشتم به اصلاح این نظام، اینکه اون آرمان ها رو بر بیاوره و ما رو به افقهای روشن نوید بده. این که پرسیدید من کی از قطار این نظام پیاده شدم و در برابر خودم قرار گرفتم، واقعا نمیتونم حادثه های سال 88 رو انکار بکنم در نقشی که در دگرگونی بنده داشتن. من باورهای عجیبی داشتم، کما این که الان بسیاری چون من این باورها رو دارن که روحانی نمیتونه آدم بکشه، نمیتونه دروغ بگه، حاکمان ما نمیتونن فریب بدن، غارت کنن، بزنن مردم رو و دروغ بگن. من همه اینها رو یا بخش وسیعی از اینها رو توی اتفاقات سال 88 دیدم. اونجا بود که احساس کردم من سالها در غفلت بودم، در جهل به سر می بردم و باید تکلیف خودم رو روشن می کردم. من واقعا گریبان خودم رو گرفتم. الان شرمنده مردمی هستم که من سالها در کنار اونها زیستم و از درد و داغشون خبر نداشتم. من شرمنده مردمی هستم که با هر زنگ در ترسیدن از امثال من. من شرمنده مردمی هستم که اموالشون مصادره شده، خودشون آواره شدند. من شرمنده مردمی هستم که فرزندانشون بی دلیل و بدون دادگاه اعدام شدند. من شرمنده مردمی هستم. من شرمنده مردمی هستم که از من و امثال من دروغ شنیدند، نشانی های غلط از ما گرفتند، امیدهای واهی به ما بستند. من سال 88 گریبان خودم رو گرفتم. سال 91 نوریزاد هنوز سعی میکنه طوری حرف بزنه که به گفته خودش حکومت تومارشو در هم نپیچه. گفت بعضی سوالاتو اگه من جواب بدم حکومت تومارمو در هم میپیچه. بیاییم به یکی از این سوال ها بپردازیم، جوابشو بشنوید. همون سال 91 که ببینید چقدر نسبت به 5 سال بعدش برای مثال چقدر دست به عصا حرف میزنه اون موقع در جواب اون سوال من که خب حالا که از این حکومت و از این نظام دینی فاصله گرفته ای، آرمان سیاسی اجتماعی و چشمانداز نظامی که در ذهن داری چیست؟ من از کنار این پرسش شما عبور بکنم به این دلیل که هنوز جامعه حاکمیتی ما آمادگی نقد دوره امام رو نداره و کافیه من کمترین حرفی بزنم تومارم در هم پیچیده بشه. ولی از اونجایی که ما آرزوهای بسیار فراوانی رو با این انقلاب در دل پروراندیم و همه این آرزوها رو به تعبیری در افقهایی که امام نشون ما میداد میدیدیم، نسبت به ایشون یک قداستی افراختیم که همین قداست افرادگونه باعث شد که ما امروز نتونیم اون دوره رو نقد بکنیم. به هر حال ایشون که معصوم نبودن و خطاهای بسیاری در اون عصر صورت گرفته، بسیار بسیار، مثلا قتل‌های فراوانی که توسط خلخالی
انجام شد و ایشون تأیید میکردن از همون ابتدا مصادره ها، بی خانمان کردن مردم، دادگاه هایی که بی دادگاه بود، همه اینها هیچ پاسخی ما براش نداریم. به هر حال امید دارم یه روزی ما بتونیم با شهامت اون دوره رو نقد بکنیم. ببینید، واقعیت این است که نوری‌زاده فقط وقتی آدم نگاه میکنه به زندگیش و به حرفاش، فقط احساساتی نشده بود از آنچه در سال 88 دیده بود، اونم به یمن رویارویی دو جناح اصلی حکومت که باعث شد خیلی از افراد بدنی حکومت در واقع ریزش کنند. فکر کرده بود که در کجا ایستاده و چرا ایستاده و به همین دلیل پرهیزی نداشت که تو همون دوره تسویه حساب کردن با خود بگه که ضامن بقای جمهوری اسلامی بیش از هر چیز جهل مردمه. بخوایم تغییرات جوی رو در 500 سال آینده بخوایم رصد بکنیم، از همین الان میتونیم بگیم که آقا ما 200 سال آینده خسوف داریم، خسوف داریم. ولی برای دیدن یا رؤیت هلال ماه روز عید فطر هواپیما به پرواز در میاریم، تلسکوپ به کار میگیریم که چی؟ بله، ما اینجا بساطی آراستیم برای جهل، علم ها و کتل ها و دانشگاه ها، و علتش اینست که اینها پایه های بقای ما رو مستحکم میکنند. هر چقدر مردم نفهمند و در نفهمیشون حسین حسین بکنن و قرآن سر بگیرند و شعار بدند، این بقای ما رو بیشتر تضمین میکنه. نوری‌زاده از سال 88 که به طور جدی رو به مردم آورد، مدام در فکر این بود که با حرف و عملش این بازگشت به مردم و این رو آوری به مردم رو اثبات کنه، در واقع خودش رو اثبات کنه. باز عرض میکنم که همینطوری داریم میبینیم دیگه این روال زندگیش رو، که میخواد خودش رو اثبات کنه. در نتیجه تا چند سال با فاعل ما حرف میزد، ما کشتیم، ما به مردم دروغ گفتیم، نه فقط برای اینکه نیان بگیرنش که بگه من گفتم، ما دیگه ما، به این دلیل که هم به این دلیل که خودشو جزئی از ما میدانست، نمیگه اونا کشتن اونا دروغ گفتن، خودشو جزئی از اونا میدید. ما نشون دادیم که دینداران و روحانیان اگر بر مسند قدرت بنشینند میتونن دروغ بگن، میتونن به همه وعده هایی که دادن گوشت کنن، میتونن برخلاف همه صحبت هایی که در دوری از دنیا داشتن و از دنیا گریزی، دنیا را با همه استعدادش در آغوش بگیرن، میتونن ظلم کنن، میتونن غارت کنن، میتونن آدم بکشند. وقتی در نظام اسلامی ما آستانه فاحشگی دختران به مرز 12 و 13 سالگی میرسه، شرمنده ام. سخن گفتن از غنی سازی اورانیوم غرور آفرین که نیست، ابلهانه است. ما برای حفظ قدرت چه شررها کرده ایم، چه ضررها کرده ایم. ما برای جهل مردم چه کتلها بسته ایم، چه نفسها خسته ایم. ما برای ماندن خود با فساد آمیخته ایم، خون مردم ریخته ایم. ما به اسم حفظ اسلام قتل و غارت کرده ایم،
محمد نوریزاد از نامه‌های انتقادی به خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شروع کرد وقتی که برید از حکومت. اول نامه‌ها مشفقانه و دوستانه بود برای قانع کردن خامنه‌ای به کمتر ستم کردن فساد ساختاری حکومت و دیدن و از این نصیحت‌ها. بعد همروند تندتر شدن نظر نوریزاد علیه مسئولان نظام، چه سیاسی چه سپاهی، این نامه‌هاش به خامنه‌ای لحن و انتقادش تندتر شد و حمایتش از ستم دیده های این حکومت فعالتر. انصافاً از سال 88 نوریزاد هر جا که صدای اعتراض و دادخواهی بوده حضور داشته، از بوسه بر پای کودک بهایی تا همدلی با بهاییان ایران که بعضی آخوندهای حکومتی همچنان میگن باید این بخش از جمعیت ایران به دریا ریخت، از شرکت در تحسن نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری تا تجمع مقابل زندان اوین تا سر زدن به خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده ها و کشته شده ها در اعتراض های خیابونی خانواده های کشته جوان های کشته شده در کهریزک، از آذر 1188 که میگیرنش نوریزاد در بند 209 وزارت اطلاعات در اوین بود. خرداد 89 در نامه از زندان نوشت 5 نفر از بازجوهای وزارت اطلاعات بهش حمله کردند، به سر، دو کتف و بینایی او آسیب وارد کردند. نوشت دادستان تهران به او پیشنهاد کرده که درخواست عفو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بنویسه، ولی اون درخواست رو رد کرده. و از همون آذر 88 نوریزاد هر دوره که زندان بوده اعتصاب قضا کرده، درخواست عفو نکرده با توجه به بارها فشاری که دادستانی و معاون دادستانی در زندان بهش آوردن و ازش حتی یک بار بهش گفتن فقط بیا یک نفر کفالت بده به اسم کفالت، برو آزادی. بارها اعتصاب قضا کرده به دلیل شرایط بد زندان، به دلیل قطع ملاقات ها، قطع تماس های تلفنیش با خانواده، عدم رسیدگی به بیماری هایی که داره و به ویژه بیماری قلبی، و مهمتر از همه به دلیل این که به عقیده او، اینو میخواستم بگم، این نظام سیاسی که او رو زندانی کرده از اساس باید ریشه‌کن بشه. و اولین بار بیانیه جمعی که با این خواست عذر میخوام، یعنی میگه من کفالت و وثیقه و اینا رو اصلا نمیپذیرم، بی قید و شرط باید آزاد بشم. اولین بار بیانیه جمعی که با این خواسته ضرورت تغییر نظام سیاسی حاکم او و چند شخصیت شناخته شده دیگه امضا کردن بعد از اعتراضات سراسری دی ماه 96 بود. نوشتن راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار یعنی غیر دینی پارلمانی مبتنی بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌های نهادینه، به خصوص برابری کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. ما امضا کنندگان خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحدیم. این بیانیه معروف شد به بیانیه 15 نفر که اون قبل از اون بیانیه 14 امضا و اینا، اون بعدا دو سال بعد بود. این به بیانیه 15 نفر معروف شد که محمد نوریزاد، جعفر پناهی، نرگس ستوده، ببخشید نسرین ستوده، نرگس محمدی، شیرین عبادی و محمد سیفزاده از امضا کننده هاش بودن. یک سال و نیم بعد در 22 خرداد 98 بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی برای گذار از جمهوری اسلامی و استعفای خامنه ای معروف به بیانیه 14 امضا منتشر شد. امضا کننده ها عباس واحدیان شاهرودی، کمال جعفری یزدی، هاشم خواستار، محمد ملکی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی،
محمد حسین سپهری، زرتشت احمدی راغب، حوری فرجزاده، محمد رضا بیات، محمد کریم بیگی، جواد لعل محمدی، محمد مهدوی فر، رضا مهرگان و محمد نوریزاد. یک ماه بعد از انتشار اون بیانیه است که نوریزاد در مشهد بازداشت میشه و بعد به تهران منتقل میشه تا امروز. وقتی دست کم به دهه 90 زندگی و کاراش نگاه میکنیم، یک جان بیقراری رو میبینیم که مدام سعی میکنه یک کاری بکنه. هر جایی که فکر میکنه سر و صدایی میشود کرد، میره تحسن میکنه، سخنرانی میکنه، بیانیه پخش میکنه، جلو ساختمان وزارت اطلاعات، جلو سپاه، جلو زندان اوین نقاشی میکنه. اول کسی تو نقاشی جدی نمیگیرتش. وقتی یک بار نمایشگاهی از نقاشیاش، از تابلوهاش در گالری سیحون در تهران برگزار شد، تازه یه عده نوریزاد نقاش رو میشناسن. بیشتر تابلوها تاریخ همین دهه 90 رو داره، یعنی بعد از کنده شدنش از حکومت، از سال 91 تا 96 بیشتر تاریخ امضا تاریخ و امضای پایین تابلو. همین نمایشگاه تو کالیفرنیا هم به همت یکی از پسراش که آمریکاست برگزار میشه. خانواده نوریزاد 4 تا فرزند دارن که دو پسر دو دختر، که یک پسر و یک دختر در آمریکان و یک پسر و یک دختر در ایرانن، که پسری که در ایران علی نوریزاد در زندان فشافوی است. اینم که چرا بازداشت، چرا تو زندان فشافوی است، 3.5 سال بهش حبس دادن و آقای آقاسی که خدمتشون بودیم چند دقیقه پیش، وکیل او هم هست، به دلیل بزرگداشت یاد کشته شده های هواپیمای مسافربری اوکراین، علی نوریزاد از شمار کسانی بود که رفت شمع روشن کرد. ولی خب چون پسر محمد نوریزاد میگیرن 3.5 سال بهش حبس میدن، البته چند نفر دیگر هم گرفتن و آزارهایی که میدانید دیگه. باری برگردیم به خصوصیات محمد نوریزاد که در واقع این برنامه بیشتر برای شناساندن اونه. اساسا در نثر و نوشته قلم نوریزاد آمیزه است از ادبیات، تاریخ و طنز. یه نمونه فقط براتون بخونم. وقتی لایحه برابری دیه زن و مرد در مجلس رد شد، در مجلس شورای اسلامی برابری دیه زن و مرد رد شد، نوریزاد نوشت: مؤسسه مصباح یزدی در قم بزرگداشتی برپا کرده برای یک ملا به اسم علامه هلی که قرنها پیش با ملاهای دیگر مذاهب در افتاده و خاک به پا کرده و صاحب شگرد است در گسترش موهوماتی که این موهومات میتواند از ملاهای حوزوی عارفی چون خمینی برآورد که این خمینی عارف بتواند در جا به آدمکشی قهار بدل شود. خلاصه این که علامه هلی در حوزه های شیعی وجهی تام و تمام دارد و طلبه های حوزوی و حتی آیت الله های شیعه حسرت این را دارند که یک روزی به جایی برسند که اشتهار او را داشته باشند. قرار است در مؤسسه مصباح یزدی ملاهای همجنسی، یعنی شیخ جعفر سبحانی، سخن از ویژگی های علامه هلی بگوید. شیخ جعفر دیروزی و امروزی و علامه هلی میگویند اگر یک مرد روانی و پریشان و قلچماق زد و بانوی چون ماری کوری، دانشمند بزرگ شیمی و فیزیک اوایل قرن بیستم که تنها کسی بود، تنها زنی است که دو بار جایزه نوبل علمی نوبل، یک بار در شیمی و یک بار در فیزیک گرفت در همون دهه اول قرن بیستم، باری اگر یک مرد روانی و پریشان و قلچماق زد و بانوی چون ماری کوری، دانشمند بزرگ اول قرن بیستم را کشت، آسمان قطعیت و حتمیت و دکان شیخ جعفرها و هلیها میگوید پول خون ماریکوری دانشمند به اندازه نصف پول خون همان مرد بیخاصیت و روانی و مأمور و معتادی است که او را زده و کشته.
بی کم و کاست. به جنازه در خون نشسته ماری کوری اشاره میکنیم و میپرسیم چرا؟ شیخ جعفر امروزی پاسخ میدهد: به این خاطر که در نظام آسمانی علامه هلی ناناوری در قامت مرد تعریف شده. میپرسیم این شد دلیل؟ اکنون در کشورهای جهان بیش از 1 میلیارد زن به ناناوری مشغولند. شیخ جعفر دیروزی که با اصرار بر بلاهت حق پندارانش نزدیک به نصف ایران را دو دستی به روسها تقدیم کرد پاسخ میدهد: واسه من عدد و رقم و میلیارد پیلیارد ردیف نکن، این قانون آسمان است. شکایت داری؟ برو از آسمان شکایت کن. خب ببینید، یک نکته بسیار مهمه و اون هم دفاع از حقوق بشر بی هیچ حصر و استثناست. در طول دوره هایی که نوریزاد زندانی بوده، در تمام 10 سال گذشته، چقدر از محمد نوریزاد، چقدر از آرش صادقی، چقدر از اسماعیل عبدی، از بقیه زندانیان سیاسی به عنوان یک انسان و یک فعال مدنی حمایت شده. از طرف همه کسانی که مدعی دفاع از حقوق بشرن به عنوان یک حق جهان شمول انسان، نه به عنوان انسان و مسلمان و مبارز و غیره و غیره. حقوق بشر بی هیچ حصر و استثناء. این بسیار مهمه که ما وقتی که نگاه میکنیم به بیانیه های حمایتی که از فرض بفرمایید محمد نوریزاد داده شده است در 10 سال گذشته، تنها در سالهای گذشته 2 بیانیه بوده که با درک شرایط افرادی آمدن، درست یکیش بعد از اعتراضات خیابانی سال 98 و یکیش اعتراضات سال 88 و 89 بود. اما در خارج از کشور چی؟ چقدر دفاع شده از حقوق بشر و حقوق محمد نوریزاد به عنوان یک بشر و یک زندانی سیاسی؟ بله، وقت پرده آخره، بریم پرده آخر. خب ما میدونستیم یه نفر مثلا ممکن است در این جنگ کشته بشه، همه جور بلا سرش بیاد، اصلا بره زیر تانک صاف بشه یا بسوزد، خاکسترش به باد بره، اینا ممکن بود. اما حالا زن فرزندش سالم میموند، مهم بود نامش. نامش میرفت به شمار شهدان، نامش بر سر خیابان محلشون گذاشته میشد، بر سر کوچهشون بود، افتخار میکردن خانوادش که این خانواده شهدا هستن. اما آنچه که امروز برای یاران حضرت حسین در انتظار بود، یک بدنامی مطلق. شب و روزگار خوش.